بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال، درود بر همه شما خوبان بیننده، همستانی های عزیز و ارجمندی که مجموعه برنامه های شبکه آفتاب رو دنبال میکنید. خدمتون عرض بکنم رصد همونطور که معرف حضورتون هست با عنایت به مجموعه موارد مطروح از جانب شما همستانی های خوب موضوعاتش رو تعیین میکنه و در راستای اون موضوعات مهمانان و کارشناسان و مسئولان دستگاه های زیربط رو دعوت میکنه تا پاسخگوی سوالات شما باشن. ما بنابر تعداد زیادی از پیامک ها که هفته گذشته به دست ما رسیده بود، امشب رو اختصاص دادیم به مقوله بهداشت و درمان که البته از عصر هم زیرنویس شد و دوستان خوبی هم امروز با ما تماس گرفتن. واقعیت اینه که ماحصل پیامک ها رو ما در قالب سوالات طراحیشون کردیم و خلاصه یکی دو صفحه سوال شدیم. این که فرصت بکنیم امشب این سوالات رو از مسئولین بپرسیم انشالله که زمان به ما اجازه بده، ولی باز هم این سامانه 30864 در اختیار شماست. اگر سوالی، نکته‌ای، مطلبی در مورد بحث درمان دارید میتونید طرح بکنید و ما هم اینجا به طور آنلاین دریافت میکنیم و با توجه به زمان انشالله طرحشون میکنیم. قبل از شروع برنامه، آرزوی سلامتی و تندرستی همه شما آرزوی قلبی ماست. اما مهمانان عزیز و ارجمندی که امشب قبول دعوت کردن، جناب آقای دکتر طاهر احمدی که معرف حضور شما هست، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی که قبول دعوت کردن، و جناب آقای دکتر سرمدیان عزیز که معاونت درمان دانشگاه رو بر عهده دارن و هر دو از متخصصان قدیمی و ارزشمند استانمون. آقای دکتر، عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید. باب سخن رو به هر حال با سلام علیکی آغاز بکنید تا ان شاءالله سوالات رو طرح کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همستانی های عزیز و بیننده های گرامی عرض سلام دارم. امیدوارم که همواره خوب و خوش و سالم باشم. خدمت شما جناب ابراهیمی و عزیزان صدا و سیمای استان و برنامه خوب رصدم، من هم تشکر میکنم، هم خسته نباشید عرض میکنم. خیلی متشکرم و سپاسگزارم. آقای دکتر سرمدیان، درود، خوش آمدید. به نام خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد ابراهیمی و همه هممیهنان عزیز و خصوصا همشهریان عراقی و استان مرکزی که در خدمتشون. خیلی متشکرم و سپاسگزارم. یه بخشی رو دوستانم آماده پخش کردن، با هم ببینیم، برگردیم و انشالله این همه سوال رو بپرسیم، انشالله بتونیم پاسخها رو هم کوتاه و موجز دریافت بکنیم. همراه ما باشین. در مورد کیفیت خدمات درمانی توی درمانگاهی مثل کوثر و امام رضا برای ما بگید. خیلی خوبه الان، چون دولتی خوبه. در شهرستان را در درمانگاه و مراکز دولتی کیفیت پایینه، با توجه اینکه هزینه‌اش پایینه کیفیتش هم بسیار پایینه، ولی در مراکز خصوصی نسبتاً کیفیت بالاست، هزینه‌اش هم بالاست. ولی خب با این بنده خدایی که نداره باید از کجا بیاره؟ بخش خصوصیش باری از درمان بر نداشته، تلفات فقط بیشتر کرده. من کلینیک کوثر عکس انداختم آوردم، علوی قبول نمیکنه، میگه باید بری آزاد عکس بندازی، عکستون کیفیت نداره. من الان رفتم با هزینه خیلی بالا آزاد عکس دندون انداختم. بخاطر هزینه بالا خیلی ها نمیرن. خب خصوصی که باشد یه ویزیتش بالاتر میره، خیلی ناجور میشن. حالا اینکه بابا طرف موقعی که از شهرستان میاد اینجا به چه خاطر میاد؟ به خاطر اینکه هم متخصص هست هم دولتیه، و الان خب میتونه که بخوانم مراکز نزدیکترشون بره. اگر خصوصی باشه خیلی بدتر میشه برام. ملت مثلا یه آزمایش که من دارم انجام میدم واقعا طرفش دو برابر شده، یا اگر میخوام آزمایش انجام بدم کلی انجام نمیدم، میگن دو تا سه تا فقط اجازه داریم ما انجام بدیم. خیلی وضعیت بدتر از این میشه، هزینه ها میره بالا، مشکلات زیاد میشه، اما دولتی خیلی بهتر است. حالا نکنه که یه بار خصوصی بشه. بخش اول گزارش ما فکر میکنم مربوط به این برنامه در واقع واگذاری درمانگاه امام رضا به بخش خصوصی هستش. موافق هستید آقای دکتر از اینجا شروع بکنیم؟ بله. خب عرض کنم خدمت شما که یکی از سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و البته بالاتر از اون سیاست‌های دولت محترم این هست که تا اونجایی که میشه کاهش تصدیگری صورت بگیره،
قسمت هایی که میشه به بخش خصوصی واگذار کرد را واگذار کرد. البته مردم شریف حسن اصلا نگران نباشن، به خاطر اینکه بحثی که ما داریم در کاهش تصدیدگری این نیست که به بخش خصوصی واگذار بکنیم که تعرفه های خصوصی را اعمال بکنن. مطلقا اینطوری نیست، ما در واقع داریم به بخش خصوصی واگذار میکنیم طبق سیاست های دولت محترم که با تعرفه های دولتی و با کیفیت بالاتر انشالله بتونن در واقع کلینیک ما را بچرخونن. اصلا بحث این که تعرفه ها خصوصی بشه وجود نداره. خب حالا الزام این موضوع رو دلیلش رو اگر فرمودید که لطف میکنید، ولی این نکته اینجاست، ببینید ما الان یکی دو تا درمانگاه داریم که اینها دارن بودجه دولتی دریافت میکنن، شاید هم بیشتر از دو تا درمانگاه بودجه دولتی دریافت میکنن، ولی تعرفه ها خیلی بالاتر از بخش دولتیه. این درمانگاه ها معرف حضور شما هم حتما هستن. خب این دلیلش چیه؟ ببینید ما طبق مصوبه مجلس، من حالا این مصوبه رو هم یادداشت کردم، بند زی تبصره 17 برنامه ششم توسعه، مراکز درمانی که از بخش دولتی بودجه دریافت میکنن اجازه ندارن بالاتر از اون بودجه دریافت بکنن، ولی ما دو سه تا درمانگاه رو داریم که این اتفاق داره درشون میفته. علت چیه؟ البته در بخش دولتی درمانگاهی ما نداریم که در واقع در بخش دولتی دانشگاهی جناب ابراهیم ما درمانگاهی نداریم که در واقع با تعرفه خصوصی بخواد در واقع بچرخ، اصلا اینطوری نیست. ما ولی درمانگاهی رو داریم که بله. در واقع بودجه دولتی رو دریافت میکنه. بله ببینید، اخیرا دولت محترم، البته مصوبه در واقع مجلس محترم هم هست، دولت محترم هم ابلاغ کرده که درمانگاه ها، بیمارستان ها و کلینیک هایی که به نحوی از بودجه های دولتی و منابع در واقع ملی استفاده می کنن باید تعرفه هاشون رو دولتی بکنن. خب ما اینا پیگیری کردیم، نظارتش با شما. بله نظارتش خب چرا شما انجام نمیدن؟ عرض کنم خدمت شما، بعضی از بیمارستان ها که خود شما میدونید، حالا من اسم نمیبرم، اینا و کلینیک ها رفتن در واقع نامه ای را گرفتن از دولت محترم و ارائه دادن که استثناء شدن. یعنی مصوبه دولت حتی اگر باشه بر قانون مجلس میتواند؟ بله اینا مصوبه مجلس رو توجیهشون این بوده که ما به هیچ وجه از منابع دولتی در این بیمارستان ها و در این کلینیک ها بهره ای نبردیم و چون از منابع دولتی استفاده نکردیم، طبق اون چیزی که دولت محترم و به اصطلاح مجلس محترم مصوب کرده، بیمارستان ها و کلینیک هایی که از منابع دولتی بهره میبرن باید تعرفه‌هاشون دولتی باشه. اینا ادعاش اینه که ما از منابع دولتی بهره نمیبریم و اینا تونستن در مرکز هم ثابت بکنن. ما هم به هر صورت مسئول اجرایی هستیم دیگه، هر در که استان ثابت شده یا بیاره. نه ببینید، مثلا دانشگاه آزاد، مثلا مصوبه استانی، شورای تامین کجاست؟ نه نه، این بیمارستان مصوبهش مربوط به استان نیست، مربوط به در واقع دولت هست که از دولت نامه ای را دریافت کردن که بنیاد مستضعفان، حالا من اسمم ببرم، و دانشگاه آزاد از این قاعده مستثنا هستن، نامش هم به دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ کردن. ما با توجه به اون نامه، وگرنه ما اقدامات قانونیمون قبل از ارائه این نامه انجام دادیم. با توجه به این موضوع چه تضمینی وجود داره که مثلا درمانگاه امام رضا علیه السلام این اتفاق براش در آینده نیفته؟ درمانگاه امام رضا و کلینیک امام رضا مربوط به خود ماست، مربوط به خود دانشگاه علوم پزشکی هست. بله. و ما بر اساس سیاست‌های خود وزارت بهداشت درمان و دانشگاه علوم پزشکی داریم واگذار می‌کنیم. پس هرگز افزایش نخواهد. هرگز افزایش نخواهد. بسیار عالی. خیلی متشکرم. خیلی خیلی متشکرم. اما اجازه بفرمایید بریم سوال بعدی. من با عنایت به مجموعه این پیامک‌ها، خب خیلی پراکنده شدن سوالات، ولی ما سعی می‌کنیم در یک خط سیر حرکت بکنیم. جناب دکتر سرمدیان، گلایه من بودن عزیزان ما از کمبود متخصص به طور ویژه در شهرستان‌ها و البته حالا تا حدودی هم در مرکز استان شهر عراق که موجبات شلوغی بیش از حد مطب‌ها رو فراهم کرده و نوبت‌دهی‌هایی که خیلی با تأخیر، حالا یک بیمار دچار مشکلات جدی هست به یک متخصص که مراجعه میکنه، مثلا الان میگن آقا برای آخر آذر ماه، برای نمیدونم بعد از پاییز، و نوبت های دو ماهه و سه ماهه داده میشه. اینا رو به چه صورت شما بررسی میکنید، مورد نظر دارید؟ منظورتون منظور از نوبت های طولانی؟ فعلا مطب های شخصی رو سوال کردن. بله بخش خصوصی رو میفهمید.
چون تو بخش دولتی نوبتدهی ها که به صورت روزانه اونم البته اعتراض زیاد داریم که چه به صورت تلفنی و اینترنتی چه حضوری، ما مشکلات خیلی جدی رو در زمینه اخذ نوبت داریم. اینم هست تشفت من رو جداگونه میگم. در خصوص بخش دولتی که حالا بیشتر به وظایف ما میخوره، ما تقریبا میشه گفت تمام متخصص ها و فوق تخصص ها رو داریم، ولی خب استظار دارید که قبل از دولت تدبیر امید ما کلینیک آنچنانی نداشتیم، که یعنی با این حجم از متخصصین و فوق تخصص هایی که تو دو تا کلینیک، یعنی یک کلینیک کوثر به صورت اجاره‌ای هستش و ما اضافه کردیم به دلیل نیازی که داشتیم اضافه کردیم و متخصصین اونجا بیماران رو ویزیت میکنن، علاوه بر کلینیک امام رضا که در کلینیک امام رضا به تنهایی ماهانه 35,000 نفر ویزیت میشن و ما میدونیم که باید کلینیکامونو گسترش بدیم و کلینیکا رو گسترش دادیم. دو تا کلینیک 2500 متری، یکی مجاور بیمارستان امیرالمومنین و دیگری مجاور مرکز بهداشت هپکو فاز 2 تأسیس شده و انشالله به زودی به طور کامل راه اندازی میشه. البته امیرالمومنین نسبتاً راه اندازی شده ولی آنچنان چیز نیست. ما میخوایم که واگذار کنیم یا به قول صحیحش مشارکت بخش خصوصی، چون واگذاری به بخش خصوصی همونیه که مردم نگرانی دارن که نکنه تعرفه ها خصوصی بشه، ولی اینجا مشارکت بخش خصوصی دکتر قول دادن. بله بله، اصلا نخواهد افتاد. نه اصلا تعرفه ها هیچ تغییری نخواهد کرد. تعرفه ها همه دولتی خواهد بود، کلینیک ها اضافه میشن، متخصصین هستن، متخصصین به تعداد کافی هستن، ولی کلینیکی که به اصطلاح بخواد ساپورت کنه ما وارد مدار میکنیم. من این قول رو میدم که همین امسال انشالله اینها وارد مدار خواهند شد و به اصطلاح از متخصصین استفاده خواهیم کرد، یعنی به صورت بهینه. ولی تو بخش خصوصی خب تعداد متخصصین به نسبت کمتره. چرا کمتره؟ برای اینکه در حال حاضر 20% ویزیت ها در بخش دولتی به صورت سرپایی در بخش دولتی صورت میگیره، 80% در بخش خصوصی و برعکس، 80% در بخش دولتی بستری میشن و 20% در بخش خصوصی و این ناهمگونی باید به سمتی بره که ما کلینیک های فعالی داشته باشیم که حتما اینجوری خواهد شد و تعداد بیشتری از بیماران بخش دولتی کسایی که تمایل دارن در بخش دولتی ویزیت بشن رو ما به بخش دولتی گسیل کنیم که به اون عدد حداقل 40-50% ما نزدیک بشیم، یعنی دو برابر بشیم. در مورد شهرستان ها چی هایی دکتر؟ در مورد ما الان توی گزارش همون فکر میکنم هست اگر دوستان پخش بکنن که اشاره دارن مثلا ما در هفته یک روز پزشک متخصص داریم یا دو روز و این جمعیت استان رو پاسخگو نخواهد بود، اینها به مرکز استان میان و عملا موجب به حال این شلوغی بیش از حد خواهد شد. میخواین گزارش رو ببینیم بعد پاسخش رو دریافت بکنیم؟ گزارش رو دوستان پخش بفرمایید لطفا. گزارش خیلی جالب و مبسوطی هم بود که دوستان سعی کردن صحبت های مشابه رو یکی دو موردش رو فقط بگذارن. گزارش رو پخش بفرمایید. با توجه به اینکه اینجا تنها بیمارستان این منطقه محرومه، خدماتش خیلی ضعیفه، امکاناتش خیلی کمه، سونوگرافیش خیلی مردم کارش رو کند پیش میبره. مشکلاتی که بیمارستان امام علی کمیجان داره، چیزی که من خودم به چشم خودم دیدم، 17/5 من اینجا کسالتی داشتم، اومدم سرم برای من دکتر نوشت، رفتم قسمت اورژانس که این در واقع سرم را وصل کنن. من هر تختی را که رفتم، یه تخت به حساب با ملافه های سالم من ندیدم. دستشار روستایی به جز بیمارستان دولتی جای دیگه اصلا ارزشی نداره. وقتی یه موقع مثلا خانم شب که حالش به هم خوره مریض باشه، باید بریم مر کنیم، اون موقع دکتر نیست مر کنه، مرم نداره، هیچ کجا تحویل نمیگیره، ارزشی نداره دستشار، چون که بیمارستان جای دیگه هیچ کجا تحویل نمیگیرن. مثلا بخوام بگم دکتر شخصی اصلا قبول نمیکنه، مال از جیری ها میدم اینجا ولی قبول نمیکنه که باید آزاد برم دکتر. آزادم هزینه زیاده، ما حرکتش درآمدم این کمه، کارگری کارگر ساده. دفترچه ها مثلا دفترچه خدمات روستایی مردم باید بیان اینجا، دوباره از روستا اومدن برن دوباره
اون دکتره که براشون دارو نمیشه دوباره اونجا امضا کنن دوباره بیارن اینجا، خیلی اذیت میشن برای رفت آمد. سونوگرافی که ما دستگاهش مدتی گرفته شده، هفته یک روز اینجا فعال، با توجه به این که من سطح منطقه زیاده هست، روز مراجعه کننده زیاده هست، دریافت نوبت به صورت حضوری هست، در نتیجه ما در این زمینه ما مشکل داریم. انتظار می رود حداقل هفته دو بار این سونوگرافی در شهرستان، در بیمارستان امام علی شهرستان کمیجان فعال بشه. سونوگرافیشم، قسمت سونوگرافیشم خیلی صفحش طولانی میشه و هفته یک روزه، مردم از روستاها میان، از راه دور میان با بچه اینا، بعد کلی بمونن سر صف، آخرام ببینی کارشون انجام بشه یا نشه، بعد تازه تشخیص دکتر اگه خوب باشه یا نه، درست باشه یا نه. بخش دیگرش باید به نسبت جمعیت اینجا، خب جمعیتی چیز در حدود 40,000 نفر اینجا جمعیت داره، اما این امکانات برای اینجا ضعیفه. صحبت‌های عزیزان کمیجانی رو شنیدیم در مورد بیمارستان امام علی این شهرستان. حالا پاسخ رو الان بعد از دیدن و شنیدن این صحبت‌های دوستان عزیز از شما دریافت می‌کنیم آقای دکتر سایر احمد. خب من اولا از عزیزان کمیجانی تشکر می‌کنم صحبت‌هایی را فرمودن. ببینید جناب ابراهیمی و دوستان عزیز کمیجانی، خندابی، فراهانی و سایر شهرستان‌هایی که جمعیت کمتر از در واقع خود شهرها، نه شهرستان، کمتر از 50,000 نفر دارن، دوستان بدونن بر اساس سطبندی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی داره و مصوبه هست، این هست که جمعیت شهرستان‌هایی که شهرهایی که 50,000 نفر کمتر هستن، 4 تا رشته تخصصی بهشون تعلق میگیره: متخصص اطفال، زنان، جراحی عمومی و داخلی. خب این شهرستان ها جمعیتشون کمتر از 50 نفر هست عمدتاً. کمیجان خودش جمعیتش کمتر از 50,000 نفره، خنداب همینطور، تفرش همینطور، آشتیان همینطور، فراهان همینطور. به هر صورت خوشبختانه این بیمارستان کمیجان حدود 17 سال 16 سال ما خودمون اون موقع من تو درمان بودم، این بیمارستان رو خیر عزیز به نام های سلیمان اناری رو انداخت. خنداب تو یک سال خورده گذشته ما خودمون را انداختیم، فراهان رو تازه را انداختیم. خوشبختانه حالا دوستان فرمودن هفته یه روز یا دو روز رادیولوژیست میره، اینا اضافه سعی میکنیم که از جای دیگه، در واقع من خود آی دکتر میدونن در خود عراق ما رادیولوژیست کم داریم. حالا یه سوال هست آی دکتر، ببینید مثلا در بیمارستان خنداب نکته‌ای که دوستان اذعان داشتن، وقتی مجوز بهره برداری از یک بیمارستان صادر میشه حداقل 4 بخش فعال باید داشته باشه، در حالی که خنداب رو اذعان داشتن 1 بخش فعال رو بیشتر نداره. خب این به چه صورت قابل ببینید خنداب تازه راه افتاده، خب شاید کمتر از 1 ساله. بله ما تو برنامه‌ای که امروز امسال در رابطه با توزیع نیروهای متخصص داریم، بناست که انشالله هم متخصص داخلی هم اطفال الان البته حضور دارن الان، ولی ممکنه داخلی که گاهن 2 نفر حتما میرفتن به هر سال مریضا رو ویزیت میکردن ثابت بود، اطفال ثابت نبود، هفته 2-3 روز بود، زنان هفته 1-2 روز میرفتن، ولی بناست که انشالله در توزیع نیروهای امسال ما سعیمون و تلاشمون رو بکنیم که انشالله 4 رشته اصلی هم در کمیجان، هم در خنداب، هم در فراهان انشالله باش. در مابقی شهرستانمون مثل تفرش و آشیان و دلیجان و محلات ما 13-16 متخصص داریم در رشته های مختلف. بسیاره آقای دکتر، در مورد بیمارستان زرندیه امام رضای زرندیه هم سوال داشتیم که همه چیز آماده است، چرا مجوز بهره برداری صادر نمیشه؟ حالا که رفتیم سراغ شهرستان و از زرندیه هم تلفن رو 2-3 تا مورد داشتیم، هم حضرت علی هم دوستان دیگه در جریان باشن، دانشکده علوم پزشکی ساوه که زرندیه هم روش هست از استان جدا شده و استقلال کامل داره و تحت نظر وزارت بهداشت درمان هست. این اشکال نیست برای یک استان. ما 3 تا دانشگاه توی عراق داریم، عراق تو استان داریم، عراق و ساوه و خمین. خب این آیا ضعف برای یک استان به حساب نمیاد، یا بهتره بگم آیا موازیکاری یا عدم تطابق و هماهنگی برای ارائه خدمات پزشکی برای شهروندان به هر حال این شهرستان ها به حساب نمیاد؟ ببینید مدیریتشون مستقله،
این استقلالشون هم ضعفایی داره هم مزیت‌هایی داره. حالا اینکه مزیتش بیشتره یا ضعفش بیشتر، نقاط مثبتش بیشتره یا منفی است، جای بحث مفصلی میطلبه. از نظر من بهتره که در واقع در دانش در استانی مثل استان ما با حدود 1,400,000 نفر جمعیت یک دانشگاه وجود داشته باشه تا اینکه پراکندگی باشه. مثلا نظر بنده خیلی شاید شرط نباشه اینا. این به هر صورت استقلالیه که وزارت بهداشت درمان به اینها داده. در سایر چه مزیتی رو داره این تعدد دانشگاه؟ شاید مزیتش این باشه که در جایی مثل ساوه با توجه به نزدیکی به تهران بتونن در واقع بیشتر نیروهای تخصصی را جذب بکنن، بیشتر بتونن با اون استقلالشون خیرین را در جهت ساخت و سازها بیشتر جذب بکنن. برصد بیشتر از این نظر هست، وگرنه مزیت دیگه از نظر من نداره. فکر میکنم که عزیزان ساوهی و خمینی که به هر حال دارای دانشگاه علوم پزشکی مستقل هستن، اگر نکاتی در مورد ارائه خدمات در این بخش های استان دارن، حتما با 3864 در طول همین برنامه ارتباط برقرار بکنن و پیامکاشون رو ارسال بکنن. بریم سراغ سوال دیگر. دوستان عزیز ما در مورد بحث تراکم حالا مراجعه و سیستم نوبت‌دهی دولتی خیلی تلفن داشتن، خیلی تلفن داشتن که حالا من بخشش رو گفتم، شما پاسخی رو دادین. راجع بیمارستان امیرکبیر به طور ویژه ما سوال زیاد داریم، چون ارائه خدمات تخصصی قلب در این بیمارستان انجام میشه. ای دکتر، عزیزان از سیستم نوبت‌دهی، پذیرش و معاینه و حالا اون نوار قلب یا ایکیجی با اصطلاح پزشکیش که باید یک بیمار در این چند جا بارها حرکت بکنه، بره بگرده و در واقع بتواند از یک نوار قلب و معاینه درست پزشک برخوردار بشه. مثلا مراجعه میکنه پزشک، اول باید بره پذیرش کلی توی صف، بعد بره صندوق حساب بکنه، دوباره بره پیش پزشک، پزشک میفرسته پذیرش، پذیرش صندوق تا بره یک نوار قلب رو بگیره، دوباره مجدد همین سیکل. و این مورد اعتراض بسیاری از افراد به طور ویژه روزهای تعطیل خیلی گرایمندن. این رو اگر ممکن است حالا یا شما یا آقای دکتر، نمیدونم آقای دکتر سرمدیان پاسخ میدن. بله بفرمایید. البته این رو اذعان داریم که بیمارستان امیرکبیر از نظر سیستم اورژانس این مشکل رو داره و به دلیل فضایی که حالا ما با تمهیدات مختلفی که بیشتر جناب آقای دکتر طاهر احمدی راجع به ایجاد یک اورژانس مستقل که همه اینها رو در بر داشته باشه با هم دیگه، یعنی اورژانس قلبمون از اطفال و از بقیه جدا نباشه، مریض نخواد هی مسافتی رو طی کنه بره برگرده دوباره، یک اورژانس وجود داشته باشه که ما مبلغی رو هم گرفتیم برای اینکه این رو شروع کنیم. الان فضاش هم در نظر گرفته شده، یه فضای حدود بالای 1,000 متر که در دو طبقه حدود 2,000 متری اورژانس استانداردی انشالله ساخته خواهد شد. منتها امسال یه مقدار به مشکلات بودجه‌ای برخورد کردیم که متأسفانه دست پایمون، یعنی سازوکار دیگری نمی‌شود دیدای دکتر که این به هر حال سرگردانی بیماران. شما خودتون روزهای تعطیل مراجعه کردین بیمارستان ببینیم وضعیت رو؟ چون به هر حال مثلا روزهایی که دو تا تعطیلی سه تا تعطیلی پشت سر هم دیگه هستش، واقعا افراد دچار سردرگمی خیلی شدیدی میشن و هی مرتب این تایه صف رفتن تکرار میشه. حالا با توجه به اینکه هم خدمات برای کودکان ارائه میشه هم بیماران قلبی، واقعا یک وضعیت ناخوشایندی هست آقای دکتر. این فکر میکنم با اینکه اینا ارجاش بدیم برای سال دیگه خیلی زمانه. ببینید جناب ابراهیمی، حالا اون ساخت و ساز که حقیقتا ممکنه طول بکشه با توجه به محدودیت منابع مالی که الان وجود داره، مطلق قسمتی از اون در واقع دور زدن ها طبیعیه. چرا؟ ببینید اگر مریض قلبی بیاد تو اورژانسی باشه که اگر نیازی به این چیزا نیست، بلافاصله میتونن ببرن و پزشکم اونجا مقیم هست بلافاصله ویزیت بکنه. مطلق گاهن مریض مراجعه میکنه که اورژانسی نیست، طبیعتا اونجا نمیدونن، فقط پذیرش میتونه به شماره بده، نمیدونه که پزشک چه خدماتی را بعد از ویزیت برای این منظور میکنه. ممکنه پزشک قلب ببینه اصلا در واقع نیازی به نوار قلبی نداشته باشه، ممکنه نیازی به دارو نداشته باشه، سایر اقدام گاهن هم ممکنه نه، هم نیاز به نوار قلبی داشته باشه، طبیعتا باید دوباره بیاد در واقع اقدام بکنه، نیاز به اقدامات دیگه، دوباره باید بره پذیرش دیگه، چاره خب. یعنی این سیرش
خب ببینید اون پذیرش که ابتدا نمیدونه که پزشک متخصص چه اقدامات درمانی را سلام نمیشه برد. تعداد پذیرش ها رو بیشتر بکنیم، تعداد صندوق ها رو بیشتر بکنیم، ممکنه فقط روزای تعطیل، روزای غیر تعطیل واقعا این مشکل واقعا من ندیدم اینا، چون ما مرتب سر میزنیم، اما روزای تعطیل باشه میشه روزای تعطیل پذیرش رو بیشتر کرد. چرا یکی از راهکارا هم میتونه باشه. انجام خواهد شد از همین جمعه. آقای دکتر یه بررسی بفرمایید که آقای دکتر بررسی میکنید، ولی یکی از نکاتی که وجود داره اینه که اگر ما میخوایم این کار انجام بشه میتونیم سیستم گلوبال که البته این چیز کشوریه، اگه واقعا نگران تو همه کشور وجود داره که یک بیماری مکرر بخواد مراجعه کنه، میتونن این رو در یک ویزیت خلاصه کنن. یعنی اینکه بیمار مثلا الان اگه 3000 تومان 3500 تومان داره میده، به صورت گلوبال همه مثلا 10 تومان بدن، یکی ممکنه نوار قلب و سرم و 100 تا مشکل دیگه تا بستری داشته باشه که مثلا 100000 تومان بشه، همون 10000 تومان رو بده، یکی هم ممکنه که چرا این کارو نمی‌کنه. خب این سیستم گلوباله که قبلا وجود داشت، یعنی سالها پیش وجود داشت و بعدن اومدن به اصطلاح پر خدمت کردن، یعنی هر خدمتی که ارائه میشه یه قیمت جداگونه‌ای داره و همونجوری که هر دو فرمودن مسبب میشه که این کار رو انجام بدن. کشوری. آیا این معایبش رو در نظر نمیگیرن آقای دکتر؟ چون این چیز خیلی ساده‌ای به نظر میاد، حالا من با توجه به برآیند فرمایشات هر دو بزرگوار به این نتیجه میرسیم که آقا خب این سیستم قطعا به صورت گلوبال که یک سپرده‌ای در ابتدا بیمار داشته باشه و کار رو انجام بدن نهایتا تصفیه حساب خیلی منطقی تر به نظر میاد. جناب ابراهیمی، ما بارها از طریق مراجع زیسلام مورد بازخواست قرار گرفتیم که گاهن که مثلا حتی برای 1000 تومان بعدش دوچار مشکلات میشه بیمارستان، مسئولین بیمارستان، مسئولین دانشگاه که شما خدماتی که ارائه دادید فرض کنید 9 تومان بوده، چرا 10 تومان دریافت کردید شما؟ و ما را پرداخت نمیشه، ما را موظف کردن که واقعا به ازای اون خدمت و تعداد خدمتی که ارائه میدیم ازشون دریافت مگه در پایان اون مبلغ اضافه نه نه من مسترد نمیشه. چیزی که میگم گلوباله، گلوبال یعنی این که یک بیمار ممکنه مراجعه کنه با یک سرماخوردگی فقط یک داروی مشخص چند تا قرص بگیره از داروخونه، این هم 10000 تومان بشه، یک نفر دیگه با مشکل قلبی مراجعه کنه، بیمار سرپایی مثلا یک عدد ثابتی رو پرداخت کنه، هر بیمار سرپایی میخواد مشکلش چند مورد باشه، نوار قلبی در گذشته اینجوری بود. ببینید حالا شما یک سپرده‌ای رو در ابتدای 90 عمل جراحی رو داریم گلوباله، مثلا بیمار آپاندیسیت اگر بیاد بستری بشه 20 روز بستری باشه همون مبلغ رو میپردازه که یه آپاندیسیت ساده باشه که بعد از اون مرخص در کجا این اتفاق در همه بیمارستانه کشور. خب من باز هم از پیامک های دوستان استفاده بکنم که قبل از برنامه چندین پیامک در این مورد بوده. نقض حقوق بیمار رو از دو جنبه دوستان عزیز مورد شکایت قرار دادن، به ویژه وقتی که به پزشکان متخصص مراجعه میکنن، حالا یا در بیمارستان های دولتی. نکتهش اینه که چرا اون مدت زمانی که پزشک باید اختصاص بده کمتر از اون حد استاندارد هست؟ طرف از فلان روستای فلان شهرستان میاد تا اینجا، برای اون 8 دقیقه حداقل زمانی است که باید متخصص به بیمارش اختصاص بده، معمولا این به 3 دقیقه هم نمیرسه، یا حالا اون شاید معاینه خیلی با دقت انجام نشه. یه گزارشی هم تو این زمینه داریم ببینیمش، بعد برگردیم اون دومین نقض حقوق بیمار رو هم عرض خواهم کرد. بود این از خدمات اینجا؟ بله خیلی عالی بود، مخصوصا ویزیت گرفتنش و اینا، قیمتش خیلی مناسبه. من دو سه دفعه همون چند روز پیش تهران بودم، خیلی گرون بود اونجا نسبت به اینجا، خیلی خوبه. ساعت از 6 صبح کم بیام اینجا بشینم که نوبت نگیرم، آخرش هم میشم نمیرم، میگه تمام شده، یا میگه بعد اینترنتی رو که اینترنتی مو والد هم چیزی رو بگیرم با تلفن گویا که هست سخت شماره میدم، یا اصلا باید کلی انتظار بکشی تا نوبت بتونی بگیری. اینجا چون بجد مرکز استان هست، یه سری از شهرستان ها میان، از شهرستان های تابعه میان، واقعا بنده خدا میان اینجا شب، حتی من دیدم به عینه دیدم که شب میان اینجا نوبت میگیرن، حتی جا ندارن واسه اسکانشون، اینجا میخوابن تو ماشینشون میخوابن. بجا با وضعیت پزشکای کلینیک امام رضا چه صورتی هست؟ والا صورت اونطور حسابی که باشه نیستش. زمان کافی رو میذارن واسه مریضا یا نه؟
حمله آزاره، بد نیست. به نظر معاینه اینا خوبه. از زمانی که پزشک وقت میذاره تا بیمار رو ویزیت میکنه بسیار کمه. که میبینیم پیش دکتر متخصص باید یه رو الان 20 دقیقه وقت به ما بده، وقت نمیده. بلا فاصله میده، چطور فوری 5 دقیقه نمیکشه جواب میده. طبیعتاً در بحث دولتی که باید حتما نظارت داشته باشه، مدیریت صحیح داشته باشن. که منم فکر میکنم این مقدار نظارت و مدیریت کم باشه احتمالاً. که البته یه بحثی میشه اشاره کرد که چون تراکم مریض در با توجه به تورم و افزایش قیمت کالاها در مرکز دولتی زیاد هست، کیفیت کار هم خود به خود اومده پایین دیگه. یک پزشکی که قراره در یک مرکز دولتی 100 تا بیمار رو تا زور ویزیت کنه، خب احتمالاً کیفیت بسیار پایین تر اون تا که قرار باشه 5 تا بیمار رو 10 تا بیمار رو ویزیت کنه. اینجا یه بحثی هست، بحث پارکشه که الان اینجا پارکمنت گذاشتن، بعد به محض اینکه نگه میدارن حالا اون قبض براشون مینویسن. خب اینم نکته دیگری که دوستان حالا اشاره کردن بهش. و اون مطلب دوم هم آیه دکتر، یک پزشک در آن واحد باید یک بیمار رو ببینه، به هر حال اون رعایت منشور حقوق بیمار این رو حکم میکنه و ما شاهدین هستیم که گاهی اوقات دو نفری سه نفری رو به داخل مطب هدایت میکنن و حالا یکی یکی اینها ویزیت میشن، دوباره سه نفر دیگه هدایت میشن، یه چیزی شبیه به این. این دو مورد رو اگه ممکن است من پاسخ شو یا از شما یا جناب دکتر سرمدی یا معاونت محترم درمان. آقای دکتر طاهرم، موردی که میفرمایید اینا من همینجا به هموطنی های عزیز عرض میکنم که پزشک در آن واحد فقط میتونه یک مریض را در واقع ویزیت بکنه و یک مریض را داخل اتاقش در واقع پذیرش بده. غیر از این خلاف مواردی گزارشاتی ما داشتیم که به علت بحث حقوق شهروندی که مسئولین محترم قضایی هم پیگیر بودن، ما هم پیگیر بودیم، از طریق سازمان نظام پزشکی در واقع اختارهایی به بعضی هستن، البته انگوش شمار هستن در بیمارستان امیرکبیر. این اعتراض شما زیاده، انگوش شمار هستن تو بخش خصوصی، الان بخش دولتی رو عرض میکنم، که در واقع این شیوه ادامه پیدا کنه. مواردی بوده که بهشون اختار دادیم و ازشون خواستیم که ما واقعا هم تکرار نکردن. اگر هموطنی های عزیز مواردی رو مشاهده کردن هم با سازمان نظام پزشکی میتونن تماس بگیرن. چه شماره گویا دارین چیزی؟ شماره سازمان نظام پزشکی الان من تا حضور ذهن ندارم. باش عرض کنم خدمت شما، محترم، میتونن با معاونت درمان جناب آقای دکتر سرمدیان و نظارت بر درمانشون تماس بگیرن، شماره ها رو تا آخر وقت اعلام میکنیم ان شاء الله. اما در رابطه با اون بحث دقیقه‌ای که لازم هست، ببینید در بخش دولتی مجوز دارن همکارا که هر ساعتی متخصصین البته 12 تا بیمار ویزیت بکنن. بیش از 12 تا ویزیت نه منطقی هست نه چیز، اما گاهن مشکل پیش میاد با 12. مثلا عرض بکنم ما همزمان در بیمارستان امیرکبیر 4 نفر متخصص و فوق تخصص کودکان مریض میبینن هر روز صبح و عصر، اما گاهن به قدری تعداد مریض زیاده، مثلا اینا 10 ساعت که بشینن تو 24 ساعت، اگر 10 ساعت بشینن 4 نفر که بشینن میشه 480 تا، اما گاهن 1000 نفر مراجعه میکنن. اگه یه خورده سرعتشون رو اضافه نکنن، خودشون هم تمایل ندارن واقعا، میخوان سرعت کمتر بشه و هر صورت با دید بهتری مریض ویزیت بشه. راهکار بهتری نداریم. خب قطعاً اون دقت در معاینه روی روند درمانی تاثیر داره. 4 نفر متخصص فوق تخصص که همزمان نمیشه، خیلی روز از روزها خلوت هست، یعنی 4 نفر میرسن، اما گاهن که یک بیماری ویروسی در واقع شایع میشه به قدری تعداد بیمارا و مراجع کنندگان بیشتر میشه که هیچ چاره غیر از اینکه یه خورده سرعتشون رو بیشتر بکنن واقعا وجود نداره. اینی که برخلاف میلشون اکثر متخصصا و فوق تخصصا این گاهی اوقات، خب ما مثلا در همین کلینیک امام رضا شاهد این موضوع هستیم، مثلا برای یک پزشک در طی 4 ساعت ویزیتش حدود 80 تا 90 شماره برای بیماران فروخته شده و داده شده. خب این توی 4 ساعت تقسیم بکنیم یه عددی خیلی بالاتر از این میشه، ساعتی حدود 22 نفر. این عملا به شدت در کیفیت بحث معاینه و درمان تاثیر معکوس خواهد داشت. حالا یه چیزی بگم به شما بدون اجازه بفرمایید، به ضرر اینا اصلا از لحاظ مادی به ضرر هم، اگر اینا ساعتی 8 رو ببینن بیش از دریافتشون بیش از اندازه‌ای است که ساعتی 20 رو ببینن.
به خاطر اینکه موقعی که در واقع ارتقای ویزیت ما داریم اصطلاحاً، که در واقع هر چقدر که 8 رو ببینن دو سه برابر اون ویزیتی که تعداد بیشتر از 8 ببینن بهشون تعلق میگیره. یعنی میخوام بگم گاهن واقعا برخلاف میلشون هست. قاعدتا خب درسته، شاید پزشک هم اینجا هم برخلاف میلشه و هم به لحاظ به هر اون نگاهی که شما فرمودید متضرره، اما بیش از پزشک من فکر کنم بیمار متضرر نباشه. مشکل میدونید چی هست جناب ابراهیم؟ مشکل اینه که تعرفه های دولتی با تعرفه های خصوصی خیلی متفاوت است، تفاوت زیادی داره. در بسیاری از کشورها اینطوری نیست، تفاوت ویزیت دولتی و خصوصی کمه و خیلی ها به بخش خصوصی مراجعه میکنن، ولی اینجا چون تفاوت زیاده بسیاری از افراد به بخش دولتی مراجعه میکنن و کثرت بیماران زیاد میشه. تعدادی از پیامکایی که دوستان الان به دست ما رسوندن توی همین فاصله ابتدای برنامه تا الان به دست ما رسیده، در مورد بیماران HIV سوال شده که بیماران HIV مثبت چرا مطب‌های مخصوصی برای مراجعه ندارند و به طور ویژه راجعه دندان پزشکی. سه مورد از پیامک‌های این موضوع رو در واقع تایید میکنه. ما در مورد بیماران HIV مثبت تمهید خاصی اندیشیده شده؟ اولا قرار نیستش که حالا اگر خودشون بیمار HIV مثبت بودن، که من متاسفم اینجور فکری رو ما دوست داریم که از جامعه برداریم، چون رشته تخصصی خود من همین هست و بیماری عفونی، و ما دوست داریم که بیماران HIV رو همه متخصصین و همه مردم مثل بقیه جامعه ببینن. ولی برای بیماران خاصی که میخواد درمان خاصی شروع بشه، کلینیک مثلثی وجود داره و با مثلا ارجاع این بیماران توسط متخصص مربوطه به این کلینیک ها، کارهای خاص و درمان خاصشون تو اون کلینیک صورت میگیره. ولی در غیر این صورت نباید در مورد حتی اعمال جراحیشون به صورت خاصی عمل بشه مثل بقیه. فقط باید پزشک مربوطه مطلع باشه که از نظر پروتکشن، از نظر حفاظت فردی، مثلا جراح باید بدونه که دستکش مخصوص رو داشته باشه، خدای نکرده سوزن به دستش نره یا اینجور چیزا. ولی نباید هیچ تفاوتی رو بین یک بیمار HIV مثبت و بیمارهای دیگه قائل باشیم، همونطور که تو کلینیک امام رضا، تو مطب‌های دوستان متخصص عفونی این بیماران مراجعه میکنن بدون اینکه مردم اطلاع داشته باشن و میان مثل بقیه مردم، و واقعا چون هیچ انتقالی از طریق هوا و نفس و تماس پوستی و نزدیک هم نشستن و اینجور چیزا اتفاق نمیفته، نباید اینا خودشون حداقل به این دامن بزنن که از بقیه جامعه بخوان جدا باشن. بسیار عالی. در این مورد به هر حال چندین مورد تلفن داشتیم. حالا اینکه دوستان عزیز ما از آن دارن، مثلا وقتی ما مراجعه میکنیم و اعلام میکنیم که به این شکل هستیم، تعدادی از پزشکان هم از معاینه و پذیرششون سر باز میزنن. این اعتراض رو هم ما داشتیم حالا در تعدادی از پیامکایی که در طی هفته گذشته به دست ما رسیده بود. ما رو چون فراوانیشون کم بود گفتیم تو این برنامه مطرح نکنیم، ولی دیدیم که دو سه تا دیگه پیامک هم اومد. این رو هم به هر حال یه نکته ای هستش، یه اطلاعی پزشکانی که بله بفهم، یه اطلاعی پزشکانی که ممکنه فرد HIV مثبت رو جور دیگه بخوام ببینن. ولی خب در خصوص بعضی چیزا مثل دندون پزشکی خب برای همه باید اینجوری باشه. حتی یک نفر که کاملا سالمه، ما این اعتقاد رو داریم، متخصصا پزشکا همه این رو میدونن، میگن حتی اگر یک خون آزمایش شده باشه و شما بدونید که این خون از هر نظر سالمه، باید آلوده باز در نظر گرفته بشه. یعنی نه اینکه بگیم که چون HIV مثبت نیست پس میتونیم مثلا این ست دندون پزشکی رو برای نفر بعدی هم استفاده کنیم. بنابراین چه HIV مثبت باشه، چه غیر HIV مثبت باشه، هپاتیت B باشه، C باشه و غیره، باید مثل همدیگه دیده بشن، باید پروتکشن. یه مورد تلفن داریم که از نامناسب بودن فیزیک مطب‌های پزشکان گلای من بودن. حالا خب اونها نمیدونم به چه صورت نظارت ها از طرف دانشگاه اعمال میشه. مثلا نوشتن پزشک ارتوپد یا پزشک زنان و زایمان در طبقه سوم یک ساختمان بدون آسانسور، و این تردد رو برای بیمار دارای مشکل شدید میکنه و ناچار هستن که به هر حال به این مطب مراجعه بکنن. نظارتی بر
تأسیس مطب‌ها با توجه به فیزیک اونها میشود یا خیر آقای دکتر؟ ببینید، نظارت بر مطب‌ها از طریق چند به هر سال ارگان صورت میگیره. یک نظام پزشکی هست که از وظایفش نظارت بر مطب‌ها است. خود دانشگاه علوم پزشکی هست، هم از بعد درمان هم از بعد بهداشت نظارت داره. بله. سایر دوستان استانداری گاهن نظارت دارن، گاهن حتی انجوی های مرتبط، ارگان های نظارت دیگه ای هم هستن که گاهن به هر صورت به اتفاق هم در واقع از مطب ها دیدن میکنن. اینا گزارشات مطب ها فرستاده میشه. بعیده که ارتوپد، اصلا ارتوپد کارش طوری نیست که بتونه تو طبقه سوم بدون آسانسور در واقع، چون خیلی از افرادی که مراجعه میکنن شکستگی پا ممکنه داشته باشن، لگن داشته باشن. اگر همچین مواردی جناب ابراهیمی دوستان سراغ دارن، اینا گزارش بکنن در واقع ما تذکر بدیم و در واقع اصلاح بشه. ولی مرتب از مطب ها ویزیت میشه، هم از لحاظ بهداشتی، گاهن حتی در واقع مطب های البته خیلی خیلی انگشت شمار به مراجع قانونی هم معرفی میشن برای اصلاح. میگم خود شما به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی هم مشغول فعالیت هستید، از درصد شکایاتی که به این سازمان ارجاع میشه چند درصد به نتیجه میرسن؟ ببینید، تقریبا از 100% شکایتی که میشه، 80%ش قبل از اینکه در واقع شروع به پیگیری ما بکنیم حل و فصل میشه. یعنی بین خودشون دیگه، بین پزشک و شاکی به هر صورت حل و فصل میشه. اینا ممکنه شاکی از شکایتش صرف نظر کنه، 20% میمونه. از اون 20% هم گاهن در واقع حق به شاکی داده میشه، گاهن هم پزشک تبرئه میشه. بنابراین اون 20%ی که در واقع میمونن تو شکایتشون اصرار دارن، البته گاهن ممکنه زمان ببره به خاطر اینکه همکارایی که ما باید دعوت بکنیم، همکارایی که دعوت میکنیم به هر صورت باید فرصت اینکه مراجعه بکنن، پرونده ها رو بررسی بکنن رو داشته باشن. ولی تقریبا 80%ش قبل از اینکه در واقع ما بخوایم پیگیری بکنیم ختم به خیر میشه، و 20% هم که در واقع منتج به نتیجه میشه. از بیمارستان ولیعصر در حال ساخت چه خبرهای دکتر؟ از بیمارستان ولیعصر سال 84 شکل کره یه قرار بود یک سال و نیمه تحویلش بده، درست میگم؟ 84 اگر اشتباه نکنم. نه دیگه، ببینید زمان در واقع شروع کار و کلنگ زنی سال 84. بله، ظاهرا شرکت کره‌ای نبوده. البته اون موقع ما نبودیم. بله. ما سال موقعی دکتر رمضانی بود. بله. یادشون بخیر، جناب آقای دکتر رمضانی و گروهشون بودن. 84 شروع شده، ولی موقعی که ما تحویل گرفتیم در واقع کار خاصی انجام نشده بود. البته چرا، میلگردی ریخته بودن، خاکبرداری شده بود و به هر صورت میلگردارم در اثر مرور زمان زنگ زده بود. موقعی که ما تحویل گرفتیم از سال اواخر سال 93 جناب ابراهیمی شروع به کار شده. الان تقریبا 3 ساله که فعاله. تو این 3 سال با تمام مشکلاتی که وجود داشته، این چون پروژه هم ملی هست، هم یکی از بزرگترین پروژه های وزارت بهداشت درمان هست، الان 520 تخت بناس اینجا ساخته میشه. خوشبختانه با تمام مشکلاتی که وجود داشته، با کمک مسئولین عزیز 65% الی 67% کارش تموم شده. اگه داخل بیمارستان مراجعه بفرمایید، تو طبقات حتی جداسازی صورت گرفته. حدود 2/3 موارد کارش انجام شده، 1/3 مونده. با توجه به کمبود اعتبارات، ما با کمک مسئولین حدود 50 میلیارد تومان وام از بانک ملت درخواست کردیم. مدیر عامل محترم کشوری بانک ملت تشریف آوردن، پروژه رو دیدن، مراحل آخر در واقع واگذاری وام رو داره پروژه طی میکنه. ان شاءالله این وام داده بشه، قطعا تصریح خواهد شد که ان شاءالله در اسرع وقت، امیدوارم در یک سال. طبق صحبت های قبلی شهریور امسال ظاهرا قرار بود که این افتتاح صورت بله. بگیره. خب همیشه ما گفته بودیم که به شرط تامین اعتبار، الان عرض میکنم به شرط تامین اعتبار. این اعتبارات استانی باید باشه یا کشوریه؟ این کشوریه بیشتر، استانی که شما میدونید خیلی اعتبارات عمرانی در این نمیتواند تامین کنه. مشکل جدی دقیقا به کجا برمیگرده؟ وزارت؟ نه خیلی، به وزارت بر نمیگرده، مشکل به اعتبارات کشوری برمیگرده. واقعیت امر، ما سال گذشته تخمینی که داشتیم این بود که 80 میلیارد تومان تا پایان کار این هزینه داره.
متاسفانه با افزایش هزینه‌ها امسال پیش بینی میشه که این به 140 میلیارد الی 150 میلیارد در واقع رسیده پیشرفت کار تا انتهای کار. پس حالا منتظر افتتا نباشید. امیدوارم که انشالله، البته بنا شده با تخصیص این 50 میلیارد تومانی که بانک ملت خواهد داد به صورت وام، 50 میلیارد هم وزارت بهداشت و برنامه‌ریزی کشوری در کنار هم، یعنی دو تا 50 میلیارد. امیدوارم این محقق بشه. بازم اینا رو اگر بدن 50 تومن دیگه کمه. بله دیگه. واقعیت هم خیرین چی تو این قصه؟ خیرین بیشتر تو بیمارستان‌های دیگه، مخصوصا تو بیمارستان آیت الله خانساری فعال هستن. خب کار بزرگی انجام دادن خیرین عزیز، فاز دوم بیمارستان رو با ظرفیت 100 تخت ساختن، تعویض دادن در 18 ماه از ابتدا تا انتها این بیمارستان فاز دوم ساخته شد. خیرین عزیز فاز سوم هم دارن شروع میکنن. تو بخش بیمارستان ولیعصر وارد نشدن؟ نه خیر، بیمارستان ولیعصر وارد نشدن. خیلی خوب. در مورد یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهر عراق که مدت‌ها بیلبورد تبلیغاتی اون جلوی بیمارستان ولیعصر نصب شده بود، توضیح خاصی دارین آقای دکتر؟ چه بیلبوردش چی بود؟ تبلیغاتی خود یکی از بیمارستان‌های خصوصی. من در جریان نیستم. در جریان نیستین. این رو هم جزء گزارشات دوستان عزیز مورد اعتراض داشتن، گفتم که اگر پاسخی در این زمینه هست. من اجازه میخوام که فکر میکنم یه بخش گزارشی دیگه دوستان داشته باشن. قبل از اینکه اون رو ببینیم، یه کلینیکی هم هست در سنجان، کلینیک دندان پزشکی، در مورد اون هم اعتراضاتی رو داشتیم. توضیحات رو آیه دکتر ارائه میکنن. وضعیتش به چه صورت؟ گفتن عادی ترین کارهای دندان پزشکی هم در اینجا انجام نمیشه با وجود اینکه حالا مدتی هست از افتتاح اون میگذره. بله، در خصوص کلینیک دندان پزشکی، کلینیک به زودی انشالله همون برون سپاری یا مشارکت بخش خصوصی رو خواهد داشت با همون تعرفه ها. یعنی باز میگم که تعرفه های خصوصی دریافت نخواهد شد، همون متخصصین جا به جا نمیشن، متخصصین سر جای خودشون هستن، فقط به اصطلاح تهیه لوازم، تهیه تجهیزات برای هر کدوم از متخصصین واقعا تو بخش دولتی یه مشکلات خاص خودش رو داره که با این برون سپاری، برای اینکه بخش خصوصی در اصل به فکر کار خودش هست، یعنی از طریق گسترش کاری که انجام میشه سود میبره، نه از طریق مثلا حق ویزیتی که معادل ویزیت دولتیه. بنابراین ما امیدوار هستیم که انشالله با این برون سپاری که در مورد کلینیک دندون پزشکی هم انجام شده خیلی بهتر بشه، ولی من این حق رو میدم به دوستان که اینجور چیزی هست واقعا اون کلینیک دندون پزشکی که باید باشه نیست. حالا علل مختلفی داره، دور بودن از شهر یکی از علل مهم میشه که به اصطلاح مراجعین به اونجا کم هستن و متخصصین دوست دارن خود تو شهر باشن، دوست ندارن مثلا جایی باشن که تعداد مریض کمی داره. بسیاره. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. اون کلینیک در شهر ایجاد خواهد شد، یعنی همون کلینیک به مرکز شهر انشالله منتقل خواهد شد. خب ساختمان و غیره؟ نه، ساختمون دیگه ای. و بله، من میخوام در پایان برنامه اگر نکته ای هست از زبان رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی عراق برای مردم بشنویم که هم خبری باشه که امیدوار کننده و خوشحال کننده باشه، یعنی در واقع اگر کاری قرار انجام بشه که هنوز اطلاع رسانی نشده ما در این برنامه دریافت بکنیم، و اگرم واقعا فکر میکنید که خیرین در این زمینه میتوانن به ویژه در بحث بیمارستان ولیعصر فعال باشن، ما نکات شما رو بشنویم. چون واقعیت این هستش دیگه، حالا ما با مشکلات بودجه‌ای که دولت باهاش مواجه هست آشناییم، اما خب بحث سلامت مردم بحث شوخی برداری نیست و قطعا این مردم نیاز ویژه و ضروری دارن به این امر. حتی من خاطرم از های دکتر الان صحبت به درازا کشید وقتی که این خیابان یک طرفه شده بود، خیابان میدان سرداران، بله تا میدان ولی از مردم اعلام رضایت میکردن که آقا باشه اصلا خیابون رو این لاینش هم بسته بشه ولی بیمارستان زودتر درست بشه، یعنی همه آماده مشارکت هستن. نکته ای هست میشه؟ ببینید، من ضمنی که بسیاری از انتقادات را قبول دارم، ولی من همین امروز هم تو برنامه در واقع سلامت شرکت کردم، تو شبکه سلامت. بله. دستاوردهایی که به هر صورت مخصوصا تو 4 سال گذشته، بعد از انقلاب مخصوصا تو 4 سال گذشته بود، بسیار بسیار زیاد بود که من شمردم. اقدامات بسیار اساسی شده، اقدامات خیلی خوبی شده. تو
تو این 4 سال گذشته 4 تا بیمارستان افتتاح شده در استان مرکزی. آیت الله خانساری رو افتتاح کردیم، بیمارستان سینا افتتاح شده، به هر صورت تو خنداب، تو فراهان بیمارستان افتتاح کردیم. اقدامات خاص و زیادی انجام، فوق تخصصی متخصصین زیاد شدن، ولی در واقع با ایدئال ها فاصله داریم. من از همه همستانی های بابت کم و کسری هایی که وجود داره عذرخواهی میکنم، امیدوارم که به هر صورت به حد مطلوب برسیم. از خیرین عزیزم درخواستم این هست که کمک بکنن تا انشالله پروژه هامون سریعتر در واقع به بهره داری برسیم. انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، حضورتون رو در برنامه بار دیگر عرض می نهم، همینطور شما آقای دکتر سرمدیان و از یکایی که شما دوستان خوب هم تشکر و 3864 همچنان به قوت خود باقی است. به اتفاق مهمانان عزیز شما رو تا فرصت دوباره به خداوند بزرگ و منان می سپارم. شب خوش، بدرود. فروشگاه بزرگ موتورسیکلت و دوچرخه حمید، نامی آشنا برای شما.